با درود به همه بینندگان عزیز آن سوی خبر در تلویزیون ایران فردا تروریست های قدیم وقتی آدم می دوزیدن حتی اکثر این بود که یک خبری منتشر میکردن تلکسی می دادن و یه خبرگزاری می گفت بله گروه جبهه خلق برای آزادی فلسطین تهدید کرده که اگر تعدادی از یارانشون و رفقاشون رو که در زندان اردن یا مصر یا لبنان هستن آزاد نشن هواپیمای آلمانی رو در فرودگاه زرقا منفجر میکنه به این ترتیب زمانی طول میکشید تا خبر بره بیاد و بعد با هم بشینن مذاکره کنن که گاه به نتیجه میرسید و گاهی هم یه دفعه میدید در فرودگاه زرقا سه چهار هواپیما شعله چون که در سالهای 68 و 69 و قبل از درگیری های اردن بین فلسطینی ها و ارتش اردن شاهد اون بودیم در اون زمان قهرمانانی هم بودند که به هر حال لیلا خالدی بلند می که اسمش همه جای جهان بود و بعد به عنوان یک هواپیما روبا بعد آدم ربایی باب شد در این زمین هم به هر حال هر از گاه یه اکسی از اون روبوده شده یا آقای تریویت بود یا دیگری منتشر می شد که بله حالش بد نیست حالا اگه سی کیلو از کم کرده شما زیاد نگران نباشید به برکت اینترنت به برکت دانش معاصر حالا وضع فرق کرده حالا تروریست هم توییتر دارن فیسبوک دارن سایت شخصی دارن وبلاگ دارن و می نویسند و دنیا رو از جنایات خود به سرعت آگاه می کنند. حالا فرقی نمی کنه. آقای ایمن و باشه یا جانشین آقای بن لادن باشه یا یک تروریست دیگه در عراق ابو حشام باشه و ابو خالد و ابو شام و ابو لبنان و ابوهای دیگر ما هم یه داشتیم البته اول انقلاب ما هم داشتیم که با اینقدر ریش فرمانده سپاه پاسداران شده بود و چه عاقبت تلخی پیدا کرد آفتابدار مسجدی در پاکستان شد بله چون این بود وزش حالا اما تشکیلاتی به نام جیش العدل پنج مرزبان بیگناه رو میرو باید مرزبانانی که کاری نداشتن جز اینکه از مرزهای ایران پاسداری کنند در برابر قاچاقچیان مواد مخدر بیستن گفت وقتی هم که می جنگی اگر مردانگی داشته باشی در جنگ هم مردانگی نشون میدی اگر جمهوری اسلامی ناجوان مردانه هموطنان بلوچ و کرد و آزری و عرب و دیگر هموطنان ما رو میگیرد و میکشد رفتار متقابل نباید داشت نباید عین اون رفتار کرد و این چیزیست که بارها در گذشته ما به جند گفتیم به مجاهدین خلق گفتیم به بقیه گفتیم و حالا به جه شلد. سه روز قبل ناگهان مادر این سربازها خواهرشون پدرشون همسرشون شادمان شدن او خبر آزادیشون همه جا منتشر شده من چقدر خوشحال شدم گفتم از ابتدا ایران فردا خواستار آزادی اینها شده بود و مکرر به جیش العد میگفت اینها گناهی ندارند فقط نگاه کن به چشم اون سرباز 18 ساله هرگز به او تعرض نمی تقبیه کردیم توی سر این سربازان زدن و رنجشون دادن آدم های بیگنایی که آدم میتونه تو چشماشون نگاه کنه چقدر الان دلش میخواست سرش روشانه مادرش بود چقدر دلش میخواست دست پدر رو میبوسید خوشحال شدیم گفتیم که آزاد شدن پشت سر اینا هم دیدید پرده گذاشتن لا اله الا الله محمد رسول الله آن دینی که به تو اجازه میدهد سر ببری و آدم بکشی اون دین بشری نیست دین انسانی نیست پیامبران الهی برای کشتن نیمدن فقط به اخت و بسنده نکنید فقط از روی کوه پرتاب کردن بسنده نکنید بنگرید به خدایی که رحمان است و رحیم به خدایی که سر تا پا زیبایی است و سر تا پا بخشش و مهربانی بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان کلام قرآن با این آغاز میشه بسم الله المنتقم الجبار رو تکرار نکنید خداوند قاسم الجباری نیست اینا اختراعات ما هاست. حالا آخونده 1400 سال پیش و آخونده 1200 سال پیش یا آخونده امروز که چه اتهاماتی به پیغمبر و به اهل بیت و اولیو الله بستن جیش العدل اگر جوان مردی داشت این پنجتن رو آزاد میکرد به ندای اونهایی که چیز عشقی به جز ایران ندارن گوش میداد چقدر اعتبار پیدا میکرد اما حالا در توییترش میگه که حکم اعدام پنج سرباز ایرانی ربوده شده را صادر کرده است که انهو اینا مال یک کشور دیگه یک ارتش بیگانه داره باشون می جنگه پنجتشون رو دستگیر کرده معاون سیاسی در واقع تو این قضیه معاون سیاسی وزیر کشورم با اعلام اینکه محل ربوده شدن اینها رو احتمالا میدونن کجاست تا حدودی خبر داریم گفته ما تنها دولت پاکستان رو در این زمینه به رسمیت میشناسیم و گفته های دیگری رو قبول ندیم و کاری به گروه تروریستی ندود آقای کازم میرولد ارز کردم معاون سیاسی وزارت کشور در این خصوص میگوید برای ما حفظ جان این پنج نفر بسیار مهم و اساسی است و نباید جان این پنج عزیز تهدید شود نباید تهدید شود شما به چه مناسبت این رو نوک کو تنها گذاشتید در یه چادر اگه واقعا جانشون براتون مهم بود نه جانشون مهم نیست شما در اتاقهای گرم و نرم نشستی و این سربازان سرزمینمون رو میفرستید اونجا بدون پشت و پناه و این اسباب تأسف حال گروه جیش اگر تعرضی به این سربازان ایرانی بکنه این رو بدونه رژیم جمهوری اسلامی که به فکر ایران نیست براش ایران مطرح نیست اما 75 میلیون ایرانی باهاش طرف خواهند در بعضی از کشورها مثل جمهوری ولایت فقیه حوادث و رویدادها و تصادف و سقوط و این چیزا خیلی عادی شده وقتی نگاه میکنید به تاریخچه سقوط های هوایی میبینید ایران تا قبل از این انقلاب مبارک شرکت هواپیماییش was the best بهترین بود در جهان هیچ نوع تصادفی نداشت بهترین هواپیماها و مدرنترین در اختیارش بود من یادم از زمانی که ما دانشجو بودیم اینجا بچه های ایران ایر وقتی ایران 747 را رو تحویل گرفت چند روزی در فرودگاه بودن که کارکران بریتیش ایرویز یا بی او و هواپیما های دیگه برن نگاه کنن هواپیما ایرانی آرزو داشتن گفتن حالا چند سال مونده تا ما داشته باشیم کنکورد اومد اولین شرکتی که خریداری کرد شش کنکورد ایران ایر بود به امریکا پرواز میکردیم تا ژاپن میرفتیم چار سوی عالم زیر بال همای ما بود جمهوری ولایت فقی آمد خواست هجاش بکنه هواپیمایی جمهوری ولایت فقی ولی بچهای ایرانی مقاومت کردند ناچار هما را حفظ کردند ولی اون, اون ترکیب هواپیمایی جمهوری اسلامی رو هم کنارش نوشتن حالا شامگاه دوشنبه دوازده اسفند دیروز گفته شد یک جت فالکون متعلق به ایران کدوم دستگاه در آبهای ساحلی شرقی جزیره کیش سقوط کرده چهار تنم تالا مرگشون اعلام شده اجساد چهار سرنشین این جت فالکون 20 پیدا شده و هنوز علت دقیق سقوط این هواپیما مشخص نیست اما ارسلان بهاری مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان مایکا چه شغلایی مدیر کل مدیریت بحران گفته که به احتمال زیاد نقص فنی علت سقوط این هواپیما بوده است وبسایت خبری تابناک هم گزارش کرده که این جت ساخت شرکت صنایع هواپیماسازی ایران بوده که به منظور کنترل وضعیت نور فرودگاه جزیره کیش و برخی مسائل فنی دیگر به پرواز در آمده بود یعنی ساخت ایران و اینجوری خب از بقیه چیزاش هم معلومه میگویند بچه های ماشین های پراید که ایران درست میکنه وقتی میارن از همون اول مشکلات اساسی داره که اصلا باور چه آدم این یک اتومبیل نو هست وقتی در مملکتی شما نگاه میکنید شغل قبلی سرکار چه بوده که حالا مدیر عامل اتومبیل سازی هستید بنده شاگرد سوهان فروشی در قوم بودم خب چطور شد اینجا تشیع مدیر عامل این شرکت شدی من آخه شدم داماد آقای حجت الاسلام فلان آقا خیلی به بنده علاقه دارن و خب یه دختری هم داشتن چه زشت بود ما رفتیم گرفتیم داماد شدیم حالا ما رو بهمون شوق میدن این دامادها ها خیلی جالبه ها در دستگاه رادیکال ها هست در دستگاه اصلاح طلبان هم هست نمونه شما میدید مشاور عالی آقای روحانی در امور مطبوعات و رسانه ها و روابط اومی که این اخیر درگیر شده با حاج عزت در صدا و سیمای ولی فقی ایشون دامادن پدر همسرشون آقای قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اسبق اطلاعات بودن که مقامات دیگری هم داشتن و در کنار زمین فوتبال وزارتخونه دستور دادن به مصطفی کازمی هرچه زودتر این نویسندگان رو خلاصشون کن همین آقا و حالا دامادشون آقای حسام دین آشنا در مقام دفاع از آزادی بیان و اندیشه با حاج عزت درگیر میشه روزگار غریبی است اما بریم شیراز این علمای شیراز اغلبشون علمای استخوندار رو با گذشته معتبری هستند مثلا مرحوم آیت الله محلاتی کسی بود که در پانزده خورداد همراه آقای خمینی و مرحوم آیت الله حاج آقا حسن تبا طبع قومی دستگیر شد و زندان رفت آقازاده ایشون آقای مجدین محلاتی روحانی بسیار برجسته ای بود که اعتنایی به ولایت فقیه هم نداشت و رأی استقلال میزد استقلال مرجعیت بعد از درگذشته ایشون یکی از آغازادگانشون که در نیویورک بودن در دانشگاه درس میدن قبلا نماینده ایران در سازمان ملل بودن آقا جعفر ایشون برگشتن به شیراز برای اینکه سنت خانوادگی حفظ بشه امامه نهادن موقوفات خانوادگی زیر نظرشون اومد و به حال حوزه پدر بیچراغ نماند و اگرچه ایشون بیشتر وقتشون در نیویورک میگذرد و اخویشون هم ولی به هر حال خانه محلاتی در شیراز باقی است همینطور خانه دستقیب مرحوم آیت الله خیلی با آقای خمینی نزدیک بود و ایشون توسط مجاهدین خلق به قتل رسیدن و تکه تکه شدن مجاهدین اولین گروهی هستند که عملیات انتحاری رو که امروز تروریست ها به اون دست میزنن باب کردن آیت الله قاضی در تبریز یا آیت الله در در شیراز یا آیت اشرفی اینا همشون قربانیان عملیات تروریستی کسانی بودن که برادر مسعود رجوی دستور عملیات تروریستی بهشون داده بود آقای علی محمد دستقیب دو برادر یعنی دو برادر موندن از اون پدر علی محمد دستقیب خط و ربط و اندیشه درستکاری در جهان به امید رستکاری در آخرت رو پیشه کرد برخلاف اخوی شد و حاضر نشد با آقای حائری روحانی حکومتی و وابسته به اطلاعات ولی فقی هم دست بشه علی محمد دستقیب عضو مجلس خبرگان هم هست اما به علت موازی که گرفت حالا دیگه به جلسات دعوتش نمیکنه در اجلاس جدید خبرگان در آستانه اجلاس ایشون نامه نوشته نامه به مجلس نوشته آقایون به وظایف خود مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی خودتون بهش رأی دادین. برای نظارت بر عملکرد رهبری عمل کنید ایشون میگه که پس انتقادهایی کرده ولی میگه ما در سالهای اخیر این نوع نظارت رو نظارت و شاهد نیستیم چنین چیزی اتفاق نمیفت. در بیانیش به سرکوبهای اخیر اشاره میکنه حبس متهم بدون صدور حکم از روی قاضی جایز نیست اونم قاضی عادلی که متاسفانه در دستگاه قوه قضایی سید علی آقا نایب امام زمان وجود نداره بعد میگوید شما خبرگان ناظر هستید که اشخاصی به صرف اتهام به خصوص اتهامات سیاسی پیش از خود راهی زندان نشوند آن هم بعضا زندان های طویل المدت اشاره به آقای موسوی و آقای کروبی در این بیانیه از گذاشتن شنود در منازل و محل کار منتقدان و مراجع دولتی ورود ناگهانی به منازلشون آزار و اذیت خانواده های زندانیان یعنی سیاسی از سوی نیروهای امنیتی به شدت انتقاد شده آقای علی محمد دستخیم از, از مجلس خبرگان خواسته بر عملکرد خامنه ای نظارت کنند و در رفع حصر میروسین موسوی خانم دکتر زهرا رهنورد همسر ایشان و حجت الاسلام مهدی کروبی و آزادی زندانیان سیاسی اقدام کنند. پانزدهمین جلسه اجلاس رسمی مجلس خبرگان قرار است روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته برگزار شد. آقای ظریف وزیر خارجه جعفر طیار به چهار سوی جهان سفر میکنه هنوز نمیدونم ایشون بالاخره این ریشی رو که با این توضیح که بعد از درگذشت مادر بزرگوارشون رها شده بود پاک کردن دوباره به عادت سابق تمیز و شیک با لبخندی عریض در عرصه جهانی حاضر میشن یا نه به هر حال ایشون به ژاپن رفته در ژاپن کمتر کسی ریش میگذارد مگر جز سامورای قدیم باشه به حال ایشون برای گفتگو با همتای ژاپنی خود به توکیو رفت سایت شبکه خبر میگوید آقای زریف قرار است پس از سفر دو روزه خود به ژاپن آزم اندونزی شود از این سوی شمال شرق به جنوب شرق آسیا در این حال علی لاریجانی رئیس مجلس روز سهشنبه در صدر هیئت پارلمانی آزم آفریقای جنوبی شد آقای لاریجانی پس از سفر چهار روزه خود به آفریقای جنوبی به کنگو خواهد رفت لاریجانی در کینشاسا برای چی فقط خدا میدارد برای نمایندگان مجلس که بد نیست روزی 300 دلار بهشون خر پول میدن و سوغاتی های بسیار هم هم قبل یه هیئت جمهوری اسلامی رفته بود با وجود که به کنفرانسی که اونجا تشکیل شده بود در جوهانسبورگ راش ندادن و دعوتش نکردن ولی آقایون نفرش رفتند و گردش سیری کردن یادم از یه وقت یه هیئت اوپک از ایران آمده بود آقای فخردین امامی بلبل سخنگوی ولی فقیه اول هم همراهشون بود و روزنامه ها اینجا تصویری از ایشون رو گرفتن با پیجامه ای که پاش در جورابشون رفته بود وسط فرودگاه هیسترو ایستاده بودن هفتش نفر با هم نماز میخواندن و از این تظاهر بیشتر نمیشد چون در هیسترو نمازخانه هست اینها فقط تظاهر میکردند اما خدا میداند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکند. آقای احمد جنتی مردی که میگویند به اندازه خدا سن دارد دبیر شورای نگهبان ادعا کرده که در دوران کنونی اکثر مردم عاشق آقای خامنه ایه. جنتی از مردم خواسته هر جا هر کاری میتوانند چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی برای نظام انجام دهند ایشون پرانتز باز نکرده بگم روشنه جاسوسی آدمکشی فساد تغلب همه اینا برای اینکه ولایت فقیه پا برجا باشه عمل جنتی همچنین نسبت به گسترش فعالیت تکفیری ها در ایران هشدار داده و گفته است که آنها سلاحهای انبوهی در اختیار دارند و منتظر دستور هستند تا به جان مردم بیفتند ولی ایشون هیچی راجع به تکفیری های خودمون نگفته خود ایشون مگر آقای موسوی و دیگران رو تکفیر نکرد مگه خود ایشون و آقای خوشوقت پدر عروس آقای خامنه ای فتوای قتل دگراندیشان رو صادر نکرد یعنی چی آقای جنتی میگه مقدمه ظهور امام زمان فراهم شده است خب میدونید مقدمه شده که ظهور دجاله و زن ریشدار و غیره که ظاهرا فراهم شده و گفته ما باید انتظارش رو داشته باشیم آقای جنتی در حالی صحبت میکنه که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیت های نزدیک به رهبری با استقبال مردم روبرو رو نشد آقای سید جلیلی و آقای جنتی مدعی است که مردم عاشق رهبر هستند در سال 88 هم همینطور قبل از اونم در دوم خورداد یادمون نمیره که مردم به نامزد رهبری رأی منفی دادن و با آن کسی که در برابر او ایستاده بود آقای محمد خاتمی رعی مثبت داستان آقای قلام حسین محسنی اجهی و این حرف که در برابر خبردگاران میزنه که ولی بله باید دادگاه های فاسدان علنی باشه واقعا دود از سر انسان بلند میکنه که خود آقای محسنی اجهی از سردمداران مافیای فساد در جمهوری اسلامی است ایشون به عنوان سخنگوی قوه قضایی و دادستان کل اعتراف کرده که بابک زنجانی با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات همکاری می کرده. بابک زنجانی که با شکایت وزارت نفت در زندان به سر می برد توسط همین آقای محسنی اجهی مورد بازجویی شکنجه قرار گرفته چون آقای پول پولها رو می خواهد که قبلا از آقای شهرام جزائری هم گرفته بود برادران افراشته برچ رو گرفت در دوران احمدی نژاد و بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی آیت الله سیدلی خامنه ای برای دور زدن تحریم های علیه جمهوری اسلامی ای به عنوان دلال را افتادن که یکشون هم آقای بابک زنجانی بود سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه میگه قرار مجرمیت برای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور پیشینم صادر شده آقای رحیمی که جزو نور چشمان مقام معظم رهبری بود گزارشی در این زمینه داریم که توجه شما را به اون جلب میکنه به گزارش خبرگزاری ایسنا قلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضایی همکاری بابک زنجانی با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را تایید کرد محسنی اجهی گفت بابک زنجانی با این دو نهاد نظامی و امنیتی همکاری داشته و این ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی برای فروش نفت بوده است. پیشتر برخی رسانه ها فاش کرده بودند که بابک زنجانی زیر چتر حمایتی نهادهای امنیتی بوده اما مسئولان جمهوری اسلامی همواره از آقای زنجانی به عنوان فردی مستقل که فساد انجام داده نام میبرند. سخنگوی قوه قضایی در ادامه سخنانش صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد و گفت متاسفانه هرچی جلوتر می رویم پرونده ایشان پیچیده تر می شود محسنی اجایی افسود هیئتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد و در خصوص ادعای او مبنی بر وجود پول در بانک SIIB بررسی های انجام داد و در آنجا مشخص شد که چنین موجودی در چنین بانکی وجود ندارد. آقای اژهی در ادامه گفت امیدواری مشخص شود که اگر این پول ها در آن بانک نیست پس در کجاست؟ بابک زنجانی یکی از جنجالی ترین فعالان اقتصادی در سال 1392 بود که به علت داشتن رابطه تنگ, تنگ با وزارت اطلاعات و سپاه قوه قضایی نمی با وی برخورد کند. محسنی اجایی در ادامه نشست خبری خود و در پاسخ به پرسشی درباره انجمن سنفی روزنامه‌نگاران که پیش از این منحل شده و عده‌ای قصد دارند مجددن فعالیت این انجمن آغاز شود نیز گفت در آن پرونده وزارت اطلاعات شاکی نبود بلکه اقدامات مجرمانه ای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضایی اطلاع داد وی گفت وزارت اطلاعات به همین دلیل نمیتواند شکایت خود را پس بگیرد اجهی درباره پرونده فساد محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد هم گفت که برای او قرار مجرمیت صادر شده است وی در عین حال از تعداد اتهامات علیه رحیمی اظهار بی اطلاعی کرده و گفته که در صورت اطلاع هم توانستم بیان کنم به تازگی مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به عدم صدور قرار بازداشت موقت برای محمد رضا رحیمی اعتراض کرده و آزادی او به قید وسیقه را غیر قانونی خوانده است این نماینده مجلس همچنین رحیمی را در پرونده معروف به بیمه ایران علت اصلی توصیف کرده و این پرسش را مطرح کرده چرا او که علت اصلی است آزاد است اما دیگران به زندان افتادند در همین حال دیماه علی متحری نماینده مجلس در نطخ میان دستور خود به سکوت قوه قضایی در قبال پرونده این مقام ارشد در دولت محمود احمدی نژاد اعتراض کرد که دادستانی تهران در واکنش به این اظهارات علیه او اعلام جرم کرد در همین رابطه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز 13 شهریور گفته بود که پرونده فساد محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضاییه و برای رعایت مصالحی متوقف شده است. محمد رضا رحیمی که از تابستان سال 1388 معاون اولی محمود احمدی نشاد را بر عهده داشت، از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فساد اقتصادی و سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی متهم شده است. نامه محمد رضا رحیمی همچنین در پرونده موسوم به اختلاس بیمه برده شده و یکی از متهمان اصلی این پرونده در دادگاه گفته است که یک میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب شخصی وی واریز کرده است. محمد رضا رحیمی علاوه بر این چندین بار نیز توسط احمد توکلی و الیاس نادران هر دو از نمایندگان مجلس به داشتن مدرک تقلبی متهم شده است. حکایت جمهوری اسلامی توافق ژنو چانه زدن و اینکه سوء زنی وجود دارد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی هنوز هم برنامه های پنهان اتمی خود را دنبال میکنه محور گزارشهایی بود که در این روزها شاهد اون بودیم از طرف دیگه آقای یوکیو امانو مدیر کل ژاپنی آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید توافق ژنو که در آزر میان ایران و گروه پنج به اضافه یک به دست آمد مطابق برنامه پیش میره به گزارش خبرگزاری رویتر یوکیو آمانو در این حال افسوده که اقدامات زیادی باید انجام شود تا به همه مسائل رسیدگی شود یعنی اطمینان جلب شود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر مبنای توافق ژنو موظف شده است که اقدامات تعیین شده برای ایران در طول شش ماه را تایید کند. ایران و کشورهای پنج به علاوه یک سوم آذر ماه در زمینه کاهش سطح فعالیت های ایران و همزمان برداشتن برخی از تحریم بر علیه جمهوری اسلامی به نوعی توافق دست پیدا کرد در این میانی نکته جالب به نظر من رسید که فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی ذره در اندیشه مردم فلسطین باشه حتما این کار رو گزارش‌های گزارش های منتشر شده بود در رسانه های اسرائیلی و آمریکایی همزمان با رفتن آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر لیکودی اسرائیل به واشنگتون میدونید که قراره که ایشون مذاکرات رو با آقای پرزیدنت اوباما دنبال کنه و دو هفته بعد آقای محمود عباس ابو مازن رئیس جمهوری فلسطین رئیس جمهوری آنچه از فلسطین در دستشون هست اونم به طور نیم بند ایشون به واشنگتن بره حالا میگوین آقای ناتانیاهو ترهی رو در برابر پرزیدنت باراکوسین اوباما گذاشته که اگر اوباما این رو بپذیره و بتونه اجرا کنه در آینده بسیار نزدیک ما نیز در شادی مردم فلسطین سهیم خواهیم بود که پرچم فلسطین مستقل رو بر فراز بیت المقدس بالا میبرند چون آقای نتانیاهو گفته حتی در مورد بیت المقدس شرقی بخشی که اسرائیلیا در سال 67 اشغال کردن حاضر به توافق چی میخواد آقای نتانیاهو نتانیاهو میگوید آیا اوباما ایران دست از غنیسازی برداره برنامه اتمیش رو کنار بگذاره ما فلسطین رو رها میکنیم از اراضی اشغالی بیرون میریم البته مسلم اسرائیل نمیخواد به پشت مرزهای پنج جوان ۶ و بره زمانی که این همه اراضی که از خود کشور بزرگترن اشغال کرد اما گزیری هم نداره زاد و ولد فلسطینی ها دو سه برابر اسرائیلی هاست و اسرائیلی ها خودشون با گرفتار گرفتار شدید با تندروهای مذهبی هستند همین روزها تظاهراتی که در بیت المقدس بود از طرف یهودیان ارتدوکس که هم از روسیه و اروپای شرقی آمدن که آقا ما سربازی نمیخوایم بریم ما مردان خدا هستیم همینا رو تو ایران هم داریم دیگه همین حجج اسلام اینا مردان خدا در راه خدا سیغه میگیرن در راه خدا پول مردم میخورن در راه خدا سفر میکنن نمیخوان برن سربازی سرباز سرباز جوون تفلک روستایی باید بره که گرفتار جیش الارد بشه و بنابراین اگر این تر مورد قبول قرار بگیر به نظر من یک معجزه خواهد در جریان گروگانگیری یاسر عرفات ابو عمار رهبر انقلاب فلسطین اومد پیش آقای خمینی که امام عزیز این گروگان ها رو به من بده من اینا رو ببرم واشنگتن آقای کارتر مد استقبال من و این به منزله به رسمیت شناختن منه به رسمیت شناختن انقلاب فلسطینه و اگر چنین شده بود فلسطینی ها سی سال زودتر 20 سال زودتر میتونستن به وطنشون بازگردن و پرچمشون رو بالا ببرن آقای خمینی گفت نه چون آقای خمینی فکر میکرد این روگانان رو نگر داشته تا ظهور حضرت یک بار دیگه در جریان جنگ ایران عراق عرفات رفت بعد از فتح خورم شد گفت آقای خمینی شما پیروزی بزرگی به دست رو ایران ایستاد و از خاک خودش دفاع کرد جنگ رو تموم کنید به عنوان فاتح جنگ تمام عربا حاضرن به خصوص عربای هاشی خلیج فارس بیان خرابی های جنگ رو بازسازی کنن باز آقای خمینی گفت نه و به عرفات جمله ای گفت که من زبان خود عرفات شنیدم گفته بود برو خودت رو اصلاح بکن در ارتش ما باش که وقتی بغداد رو گرفتیم به سوی فلسطین میریم به تو هم اجازه بدیم همراه ما بیای و عرفات جمله ای رو گفته بود که ما تاریخ خوندیم داستان امپراتور ایران و والرین امپراتور رو سفیرش که اگر در کف دست من موی میبینی بصره را هم آی خمینی خواهید. دید در این میان <applause> القبس روزنامه کویتی اشاره کرده که کویت از تلاش مقام این کشور برای میانجیگری بین ایران و عربستان دولت کویت به شدت حمایت میکنه و غیر از وزیر خارجه شخصیت های دیگری هم در این میان هستند کووید الان داره پادرمیانی میکنه بین عربستان و قطر و میخواد قبل از کنفرانس سران که قرار در کووید تشکیل بشه آسمان روابط پالایش پیدا کنه القبس میگه که در حال حاضر تماس های بین تهران، ریاض و کووید در جریان است تا زمان و ساز و کار مناسب برای این میانجیگری فراهم شود القبس که معمولا خبرهای موثقی داره گفته که سفر اخیر رئیس پارلمان کویت به ایران نتایج مهمی به همراه داشته در این میان سفیر جدید عربستان سعودی در تهران که قبلا با وزیر خارجه ملاقات کرده بود به دیدار آقای روحانی رفت حرفای آقای روحانی خیلی جالب بود گفت ما علاقه مندیم بهترین روابط رو با سعودی داشته باشیم به اهمیت این کشور واقفیم و روابط حسنه بین تهران و ریاض می تواند به حل بسیاری از مشکلات منطقه کمک کنه سفیرم گفت ما خوشحالیم که حال شما رو میبینیم در این جایگاه و میدونیم که شما یه شخصیت اندیشمند و حازم هستید و علاقه من به تنش زدایی از اول آقای روحانی گفتم من اومدم تنش زدایی کنم اما سپاه تنش زدایی براش معنا نداره آقای روحانی میگه آقا چون چه خبره هر دقیقه دو روز یه بار مانور چه خبری موشکاره میفرستیم بالا و در گوش آقای عزیز جعفری یواشکی میگه حرفا خیلی ظریف و مگه گوش نکردی همه اینا خوراک پنج دقیقه امریکاست ولی خب چه میشود کرد دلاوران سپاه پاسداران در عین خونه سازی و کار قاچاق و کارهای دیگه شعارم باید بدن بالا بهشون میگن خب شما هستید شعار اگه ندید به چه درد حکایت سوریه هم همچنان حکایت دردناکی است که دریا به چشم می آورد به جای عشق و حالا مسئله اوکراین هم سایه انداخته روش آقای سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با لخص ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل یک نشست ویژه خواهند داشت در این نشست سه جانبه که در ژنو برگزار می شود بحران سوریه و تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان دولت و مخالفان سوری در ژنو مورد بررسی قرار میگیرد در همین حال لاوروف قرار است در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نیز شرکت کند این نشست در حالی انجام میگیرد که اخباری از استعفای لخسر ابراهیمی منتشر شده بود هرچند سخنگوی آقای ابراهیمی این اخبار را تکذیب کرده حالا گفتم اوکراین بریم اونجا چه خبره آقای پوتین در مقام و هیئت ایوان مخوف ظاهر شده مردم اوکراین و شبه جزیره کریمه با تزارها جنگیدن عثمانی ها به یاریشون اومدن چه جنگ طولانی شد که چند دهه طول کشید و سرانجام ایوان مخوف آمد و اون کشت و کشتا رو کرد و کریمه رو پس گرفت حالا عنوان همین عنوان رو به پوتین دادن پوتین نمیخواد دست از کریمه بکشه کریمه فقط استراحتگاه نیست بلکه بندر سباستوپول بزرگترین بندر دریایی روسیه است به خصوص در آبهای گرم و روسها الان فکر میکنن که با کمک افسران خیانتکار اوکراین که تبعیت از دشمن رو پذیرفتن میتونه بر شبه جزیره کریمه سلطه پیدا کنه اما هزینه ای که خواهد داد بسیار سنگینه همه که از گروه جی هش بندازنش بیرون نشستی که قرار بوده داشته باشن ملغا بکنن در, برابر روسیه تمام امتیازهای اقتصادی که بهش دادن متوقفش کنن اینا همه هست و الان شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر برای بحث درباره اوکراین نشست استراری تشکیل داد در همین حال آقای باراک اوباما هم گفته روسیه با اقداماتش در اوکراین قوانین بین المللی را نقض است. امروز شنبه نیز قرار است سران اتحادیه اروپا درباره اوکراین نشست فوق‌العاده‌ای در بروکسل تشکیل دهند. حرفای نماینده روسیه اتحادیه روسیه در سازمان ملل واقعا خنده‌دار بود. وقتی برمیگشت گفت بله ما اونجا میخوایم بریم مردم جان مردم را نجات بدیم. گزارشی داریم در این زمینه که توجهتون رو به اون جلب بکنه. شورای امنیت سازمان ملل برای بحث درباره بر اوکراین نشست اضطراری تشکیل داد. به گزارش خبرگزاری ها این نشست به درخواست روسیه تشکیل شده است. ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت که ویکتور یاناکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین در نامه به ولادیمیر پوتین خواستار مداخله نظامی در اوکراین شده است. روسیه یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت و دارای حق وتوست در ادامه این نشست نماینده آمریکا گفته است مشاهدات حاکی از آن است که شهروندان روس تبار اوکراین در خطر نبودند و مداخله نظامی روسیه تجاوز است و باید متوقف شود اوکراین هم در این نشست اعلام کرد که روسیه 16000 نیرو در شبه جزیره کریمه مستقر کرده است در تحول دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است روسیه با اقداماتش در اوکراین قوانین بین المللی را نقض کرده است آقای اوباما افزوده است روسیه برخلاف جریان تاریخ حرکت می کند و دولت او در حال بررسی گذینه های اقتصادی و دیپلماتیک برای منظوی کردن روسیه است وی از کنگره خواسته است سریعا بسته کمک های مالی به اوکراین را بررسی کند در همین حال جو بایدن معاون آقای اوباما روز دوشنبه تلفنی با دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه درباره اوکراین گفتگو کرد در رویدادی دیگر سران اتحادیه اروپا امروز سهشنبه درباره اوکراین نشست فوقالعاده در بروکسل تشکیل خواهند داد این خبر را هرمان فن رامپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا در پایان نشست اضطراری وزیران خارجه این اتحادیه روز دوشنبه در بروکسل اعلام کرد کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در پایان نشست دوشنبه در کنفرانس خبری گفت روسیه حاکمیت اوکراین را نقض کرده و باید نیروهایش را عقب بکشد وزیران خارجه فرانسه و لهستان نیز به خبرگزاری ها گفتند اگر روسیه گام هایی برای کاهش تنش بر ندارد اتحادیه اروپا برقراری تحریم های علیه مسکو را بررسی خواهد کرد در خبر دیگر غرب در صدد تحریم روسیه است در این خصوص جنساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن در تدارک اعمال تحریم علیه روسیه است همچنین شب گذشته قانونگذاران آمریکایی اعلام کردند در صدد ارائه طرحی برای کمک یک میلیارد دلاری به اوکراین هستند سناتور باب منندنز رئیس کمیته روابط خارجی سنا از حامیان این طرح است از سوی دیگر روزنامه دیلی تلگراف نیز گزارش داده که به سندی دست یافته که نشان میدهد بریتانیا با تحریم روسیه مخالف است بر پای این سند بریتانیا تلاشی در مورد اعمال محدودیت برای سرمایه گزاری های روس در بازار سهام لندن نخواهد کرد در این سند آمده است که بریتانیا ممکن است برای برخی از روس ها محدودیت روادید اعمال کند در تحول دیگر و به گزارش رویترز روسیه روز دوشنبه بهای سنگین اقتصادی برای دخالت نظامی خود در اوکراین پرداخت کرد در این روز نه تنها ارزش روبل کاهش یافت بلکه بازارهای بورس و سهام نیز افت شدیدی داشتند بازار بورس مسکو در این روز سقوطی ده ممیز 8 دهم درصدی را تجربه کرد که به معنی از بین رفتن 60 میلیارد دلار از ارزش شرکت‌های روسی است بیش از 51 میلیارد دلاری که آن کشور خرج المپیک زمستانی سوچی کرد در همین حال در سایه بحران اوکراین بهای نفت به بالاترین میزان در سال جاری میلادی رسید به گزارش خبرگزاری فرانسه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه آوریل دو ممیز چهار دلار افزایش پیدا کرد و به 112 دلار و 39 سنت در هر بشکه رسید و در پایان معاملات بازار بورس لندن در سطح 111 ممیز 11 شد. در اوکراین خطر آغاز جنگ بیشتر شده است. روز گذشته فرمانده ناوگان روسیه در دریای سیاه به ارتش اوکراین التیماتوم داد که سلاح را بر زمین بگذارد. دریادار الکساندر ویتکو تهدید کرده بود در صورتی که ارتش مستقر در شبه جزیره کریمه اوکراین تا ساعت چهار سهرگاه امروز سهشنبه تسلیم نشود هدف حمله نیروهای روسی قرار خواهد گرفت این خبر نخست مورد تایید رسمی وزارت دفاع اوکراین و فرماندهی ناوگان روسیه قرار نگرفته بود ولی با انتشار جهانی این خبر یک نماینده ستاد فرماندهی ناوگان روسیه در دریای سیاه در شامگاه دوشنبه سوم مارس این خبر را تکذیب کرد همه این مثل رو شنیدید یا این عبارت رو هر آن کس که دندان دهد نان دهد حالا اون وقت که آدم عضو مجلس خبرگانم باشه چار پنگ میلیون تو هم در ماه داده باشن خوب میتونه تا دلش بخواد دنداندار به دنیا بیاره اسمش هم باشه آقای محسن هیدری عضو مجلس هم باشه بگی در بحث کنترل جمعیت ما دوچار افراط و تفرید شدیم یعنی امام آمدن فرمودن بکارید بچه و گندم را و هر کدوم از خانواده صاحب شیش هفت تا شدن بعد آقای خامنه اومدن گفت آقا نکارید اوضاع ناجور ضعف ب... ب... پایین شد دو تا شد دو, تا شده. دو تا داشتن نشانه عقل و درایت بود حالا آقای هیدری ظاهرا اومده چون تعداد حزب یا کم شده و ملت عشق و علاقه ای ندارن بعدم تفریحی ندارن کاری ندارن یک غذا بخوام برن بیرون بخورن خرجشون زیاده میگه نکنید آقا در کنج خانه بمانید و تولیده مثل کنید و ما بتونیم جمعیت رو برسونیم بالا آقا امام زمان میاد گردن همه آخونده رو میزنه بالاخره یه عده باید باشن در رکاب حضرت برن آخونده که ماها باشیم که هر روز تعدادمون زیاد میشه همون اول امام خودشون جز روایات است که امام زمان گردن دیویس هزار آخونده میزنه و بنابراین اینا فکر اینن که امام زمان بیلشکر نمونه برحال ایشون گفتن در دهی ده هفتاد زودم میگن هفتاد اشاره به خاتمی. سیاست غلطی به نام کنترل جمعیت در کشور اجرا شد که تیان نرخ زاد و ولد در ایران کاهش پیدا کرد باید سریعا این راه رو جبران بکنیم البته خب این تلویزیونی هم هستن در هاشیه ایران که تبلیغاتی که میکنن مرتب در تقویت نیروی مردان هست و این کرم ها و این قرص ها و اینا که در ایران هم نمایندگانش با سپاه پاسداران در ارتباطن انشاءالله جمعیت کشور رو به کمک اینا میرسونه به دیویس میلیونی که آقایون خیالشون راحت باشه در حال نگران این است هستن که دخترای ما مجلت هستن پسرانمونم زن نمیگیرن قربان شما مجال گذاشتید که کسی پسر لیسانس دانشگاه میاد بیرون بیکار دختر مجلت بره زن یه همچه پسری بشه که چیکار بکنه که حالا خونه پدره بازی یه لقمه نونی هست برحال ببخشیدین آقای هیدری بنده رو وادار کرد از چارچوب خبر خود بیرون دار. و در اینجا به پایان آن سوی خبر امشب رسیدیم همه شما را به پروردگار بزرگ می سپارم و در این حال یادتون نره نوروز نزدیکه روح و جسم و زندگیتون رو نوروزی کنید بدرود